خب با اجازه نامزدهای محترم من قره کشی میکنم برای اینکه ببینیم نخستین نامزدی که باید به سوال بخش اول پاسخ بدن کدوم یکی از نامزدهای محترم هستن بله نامزد محترم شماره ی دو جناب آقای رئیس قره کشی میکنم برای اینکه ببینیم کدوم سوال رو باید از جناب آقای رئیسی بپرسیم سوال شماره چهار سوال شماره چهار رو از جناب آقای رئیسی خواهم پرسید سوال شماره چهار با عنوان موانع تولید هست یکی از مشکلات اساسی در مسیر رونق و جهش تولید در کشور وجود موانع بسیاری مانند انحصار تورم مقررات و مجوزها قاچاق کالا و مداخلات نامناسب دولتی در مسیر حرکت بخش خصوصی است از نظر شما علت کم توفیقی در این زمینه چیست اولویت‌ها و راهکارهای شما برای رفع این موانع چیست جناب آقای رئیسی جناب سه دقیقه فرصت دارید به این سوال پاسخ بفرمایید و زمان شما از همین الان آغاز میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق علیه صلوات المسلین و با گرامی داشته یاد و خاطره امام بزرگوارمون و شهدای پانزده خرداد ماه موضوع موانع تولید از مسائل مهمی است که امروز تولید کنندگان ما با اون مواجهند موانع تولید کاری کرده که تولید کنندگانی که با اندیشه با انگیزه در عرصه تولید حضور پیدا کردن تولیدشون دچار مشکل شده ما برای اینکه تولید رونق پیدا کنه باید جذابیت برای تولید ایجاد کنیم و از اون طرف جذابیت امور اقتصادی غیر مولد رو ازش بکاهیم اینکه نقدینگی یا پول بره به طرف ارز و طلا و زمین و امور غیر مولد اینا باید جاذبهش از دست بره و از اون طرف جاذبه برای تولید ایجاد بشه و اینم نیاز داره به ساز و کار وقتی میگیم جذابیت نداشته باشه این جذابیت نداشتن به هیچ عنوان معنی نیست که از فردا ما مانع بشیم برای این چیزها نه باید یه کاری بکنیم ساز کارهایی مثل ایجاد مالیات برای کارهای غیر مولد و از اون طرف کاستن از مالیاتی که تولید کنندگان دارن تولید خودشون رو انجام میدن ما فرض کنید الان اگر 25 درصد مالیات برای تولید گذاشتیم اینو باید با شیب ملایمی تبدیلش کنیم به یک میزان پایینتری تا برسه به یک میزان مثلا ده درصدی ببینید ما باید مسئله تولید رو در عمل کاری بکنیم که تولید کننده مشکلی نداشته باشه صدور بعضی از مجوزها برای تولید کننده اینا مانع هستش بله باید سازکار داشته باشه اما با این سازکارهایی که الان هست به صورت مجوزها این باید پسینی باشه نه پیشینی تا وقتی که بتونه تولید کننده رو موفق بکنه ما باید کاری بکنیم که این مسئله قاچاق به عنوان یکی از موانع جدی تولید در واقع به حداقل ممکن برسه و از بین بره اینا موانع تولیده و دادن نقدینگی از یک طرف میگیم رشد نقدینگی از طرف دیگه میگیم تولید کننده نقدینگی نداره باید نقدینگی بره به طرف تولید خیلی اینا مجموعا کارهایی است که میتونه متشکرم از جناب علی کشی میکنم برای انتخاب نامزد نام محترم بعدی نامزد محترم شماره پنج جناب آقای محسن رضایی برای کشی میکنم برای انتخاب سوال جناب آقای رزایی سوال شماره هفت رو از جناب آقای رزایی خواهم پرسید سوال شماره هفت سوال شماره 7 در خصوص اصلاح فرایند بودجهریزی کشور هست. فرایند بودجریزی کشور با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است. یکی از این مشکلات تدوین بودجه دارای کسری است که در نتیجه آن بودجه مصوب کشور چه در دوران شکوفایی و چه در دوران رکود اقتصادی با کسری به تصویب می رسد. ریشه بروز این مشکل را چه میدانید و چه اصلاح ساختاری مشخصی را در فرایند بودجهریزی برای رفع آن در نظر دارید. جناب آقای رضایی جناب سه دقیقه فرصت دارید نظرتون رو در خصوص این سوال بفرمایید زمان شما از همین هم آن آغاز میشه بسم الله الرحمن الرحیم و و جاهدوا فينا لنهدينهم و ان الله لمع المحسنین سالگرد 15 خرداد که سراغاز یک تحول اساسی در زندگی سیاسی ملت ایران بود را گرامی می‌داریم و به یاد و خاطره شهدای عزیز این روز تاریخی سر تعظیم فرود می آبرم. مردم عزیز، هشت سال پیش در همین مکان در مقابل اون کلید وی خاصیت من یک هزار تومنی را نشان دادم و به شما گفتم اگر اوضا به این صورت ادامه پیدا بکند این پول ملی ما سقوط می کند. به جیبهاتون نگاه کنید به هاتون نگاه کنید به حقوق کارگران کشاورزان و درآمد مردم بازاری نگاه کنید امروز ما چه وضعی در زندگی داریم و بون رسیده ایم چرا این طور شده است باید به این سوال جواب بدیم که چرا باید مردم ما امروز در زبالگردی و یا نان قرضی و یا در حقیقت مشکلات دیگه دست و پنجه نرم بکنن وقتی دقیقا مطالعه میکنیم میبینیم رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است هر گامر مشکلی برای دولت پیش بیاد دست تو جیب مردم میکند از اقداماتی که بانک مرکزی این جناب آقای همتی و دوستانشون بلایی به سر کسر بودجه اووردند و تا مشکلی پیش میاد دست میکنن تو جیب مردم و از طریق کسر بودجه بودجه دولت رو تأمین میکنن شما میخواهید ارزش این پول ملی ثابت بماند در مسئله بورس دولت آمد راه غیرقانونی رو برای کسری بودجه خودش در پیش گرفت نرخ سود بانکی رو پایین آوردن نرخ ارز رو 4200 به غلط تعیین کردند بعد که این پول از بانک ها اومد رفت به سمت بورس بدون حساب کتاب تشویق کردن و بعد هم که تأمین مالی کردن برای بودجه کشور در حقیقت مردم رو تو زمین و آسمان رها کردند آیا این شیوه تنظیم بودجه کشور هست؟ آیا بودجه کشور رو بایستی از طریق دست کردن تو جیب مردم تأمین بکنن؟ مگر زندگی مردم باید از زندگی دولت جدا باشه؟ یکی از اون خطاهای اساسی است که در انقلاب پیدا شده است چرا باید قطار انقلاب روز به روز کوچکتر شده باشد که پشت این اقتدار عظیم ملی امروز قطار انقلاب به یک اسکوتر تبدیل شده باشد خیلی متشکرم خ... آقای رضایی خیلی متشکرم از جناب علی می‌کنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره هفت جناب آقای همتی باری کشی میکنیم برای سوال جناب آقای همتی سوال شماره شش از جناب آقای همتی سوال شماره شش سال شماره 6 با موضوع عبر بدهکاران بانکی هست. بخش قابل توجهی از مشکلات مالی موجود بانک ها، عدم بازگشت تحصیلات پرداخت شده از سوی بانک ها به عبر بدهکاران بوده است. به نظر شما برای خوشکاندن این پدیده چه اصلاحات ساختاری باید صورت گیرد؟ جناب آقای همتی، جناب آلی سه دقیقه فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید. زمانتون هم از همین الان آغاز میشه. بفرم. به نام خدای مهربان عادل. اجازه بدید اول ابراز تاسف کنم که نمایندگان توانای بخشای بزرگی از جامعه ایران در این مناظره حضور ندارند از جمله زنان مردم خیلی از شماها اینجا نماینده ندارید به حق معترضید به این موضوع اعتراضتون رو میخواین با قهر از صندوق نشون بدید من اما فکر میکنم اعتراض موثرتر اینه که با رأیتون صحنه رو تغییر بدین ما مردم به جای انفعال نیاز داریم که علا رقم همه اختلاف نظرهامون اعتلاف بزرگی برای جمهوریت تشکیل بدیم. ما مردم میتونیم یه نه بزرگ و تاثیرگذار گذار بگیم به تهدید علیه جمهوریت. مردم راستش من خیلی فکر کردم که اینجا چه وعده‌ای به شما بدم. دیدم صادقانتر اینه که بهتون رو راست بگم وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی طوریه که اغلب وعده های رنگارنگ و جذابی که بقیه نامزدان میدن امکان تحقق نداره. من برخلاف دوستانی که اینجا روبروی شما هستند اقتصاد میدانم اقتصاددانم از جزئیات وضعیت اقتصاد کشور خبر دارم سابقه مدیریت اقتصادی اجرایی دارم ما منابع لازم برای این وعده ها رو نداریم دوست ندارم برایتون به دروغ بگم و برای رأی آوردن از شما متوسل به دروغ بشم این دوستان هیچ کدوم از تولید ثروت حرف نمیزنند عملا از توضیح فرق میگن هم به تولید ثروت هم به توزیع عادلانه ثروت توجه همزمان میکنم هم, می هم کیک اقتصاد رو بزرگ میکنم هم کیک رو عادلانه توزیع میکنم ما برای اینکه بتونیم از این وضعیت خارج بشیم به شدت و به سرعت نیاز داریم به یک سری اصلاحات اقتصادی اینجا تنها نامزدی هم که هم می‌فهمه چرا این اصلاحات اقتصادی برای توسعه ضروریه و هم, هم اگه در مورد هم دارم و هم قوی ترین اقتصاددانان و مدیران حاضرن بهش کمک بکنن. وضعیت جیب شما مردم عزیز خیلی میتونه بهتر بشه اما لازمش اصلاحاتی که بقیه این دوستان توانشو ندارن و من برنامه و توانشو دارم مردم عزیز جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره بگن چگونه میخواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن ما الان 6 ماه منتظریم ایشون این اقدام بکنن هر شاید درآمد ارزیمون به یه جایی برسه جناب آقای رضایی شما خودتون در مجمع چند بار ما رو معطل کردیم برای FATF FATF عدم پذیرشش پدر اقتصاد کشور درآورده؟ شما چرا میرید به معلول میپردازید آقای رضایی من تعجب می کنم از جناب آقای رضایی حتی مقام معظم رهبری مجددا این طرح رو به مجمع ارجاع دادن ما رفتیم التماس کردیم آقا این برای مهمه من میگم رئیس کل بانک مرکزی بودم میگفتم مهمترین بحث برای من اف ولی آقای رضایی تصمیم می گرفتن اونجا خیلی متشکرم جناب آقای همتی البته سوال شما در مورد ابر بدهکاران بانکی بود که حالا اگه تو فرصت های بعدی در موردش صحبت کنید متشکرم میشم گره کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره شش جناب آقای مهرالی زده. برای شماره سوال گره کشی میکنیم. نامزد... محترم شماره شش به سوال یک باید پاسخ بدن سوال شماره یک سوال شماره یک در خصوص فرار مالیاتی هست یکی از موزلات کشور فرار مالیاتی برخی اخشار و مشاغل است که منجر به احساس بیادالتی و تبعیض شده و ناشی از نبود نظارت دولت بر فرایند اخذ مالیات و وجود اشکالات متعدد در طراحی سامانه مالیاتی است برنامه جناب برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح روندهای موجود چیست جناب علی سه دقیقه فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید از الان وقتتون شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم. ایرانیان سرفراز خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم با توجه به اینکه من برنامه مدونی رو که از دو سال پیش روی این کار کردم و برنامه های نظری و اجرایی شامل همه راهکارها در همه زمین ها در این وجود داره و سه پیوست هست که پیوست های متفاوت در خصوص اهداف و کمی و کمی آن و اون رو من امشب در سایت خودم بارگذاری خواهم کرد و همه جواب این سوالات ببیجه در مورد فرار مالیاتی رو دا خواهید داشت من اجازه میخوام که از این فرصت استفاده کنم دو تا مطلب اساسی رو خدمت مردم عزیز ارز بکنم اینه که به حد دلیل از جمله شاعبه مهندسی انتخابات با حذف تعدادی از افراد صالح در فرایند انتخابات روبرو هستیم تا جایی که از کنار فرمایش رهبری معظم انقلاب در جایگاه ولایت فقیه مبنی بر لزوم جبران جفا و ظلمی که بر برخی از آنان رفته است به راحتی عبور می کنند پرسش این است این امر چگونه از سوی طراحان وضعیت موجود توجیه می شود آیا حمایت از یک فرد خاص در دستور کار قرار گرفته است جناب آقای زاده سوال پاسخ سپاس کزا. شما میدانید با وجود ظرفیت های فراوان و علارغم تلاش های بسیاری که شده است ایران عزیز امروز مشکلات فراوانی دارد من اگر بخواهم فهرستی از مشکلات را در مقابل شما بیان کنم می توانم به ده ها مورد اشاره کنم مشکلاتی که بعضا رخنه در جان و مال و زندگی روزمره مردم کرده و سالها زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است هموطنان شما با عزت و سربلندی تاریخیتان امروز روزگار سختی را می گذارانید. آمارها نشان میدهد نزدیک به پنجاه درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و این زیبنده مردم شرافتمند, شرافتمند ایران نیست که هفت میلیون سرپرست خانوار درآمد ثابتی نداشته و در تأمین زندگی به کمک مستقیم معیشتی نیازمندند من سوالی که از جناب آقای رئیسی دارم در, در پاسخی که دادن این است که جناب آقای رئیسی آیا جناب آلی حاضرید خانواده خودتون رو در جاده چالوس بدین دست یک راننده ای که مؤمن متدینه ولی گواهی نداره و رانندگی بلدی ببره و به چالوس برسونه هرگز من از جناب آقای رئیس سوالم اینه شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات شش کلاس سواد دارید البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی ولی با این سواد نمیشه باید اقتصاد داره کرد خیلی با این متشکر زمان شما زیکن. تمام هست جناب آقای مهرعلی زاده سپاسگزارم از شما قرعه کشی میکنیم برای انتخاب نامزده محترم بعدی نامزده محترم شماره 3 جناب آقای قاضی زاده هاشمی قرعه کشی میکنم برای انتخاب سوال جناب آلی سوال شماره 5 از نامزد محترم شماره سه موضوع سال جنابالی تقویت ارزش پول ملی هست در سالهای گذشته حجم عظیمی از منابع ارزی و ذخایر استراتژیک کشور به اقتصاد تزریق شده است که بسیاری معتقدند نه تنها اهداف آن از جمله کنترل نرخ ارز و تقویت پول ملی محقق نگردیده بلکه ضررهای هنگفتی به پشتوانه اقتصادی کشور وارد کرده است راهکار شما برای تقویت ارزش پول ملی و تضمین قدرت خرید مردم چیست به خواهش خواهش میکنم جناب آقای قاضیزاده هاشمی سه دقیقه شما از همین الان آغاز میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عرض سلام و ادب دارم به محضر آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام رعوف و با کسب اجازه از محضر حضرت ولیه و فدا در مورد ارزش پول ملی خب در چند ساعت میشه بحث کرد وقتی ما از حفاظت از ارزش پول ملی داریم صحبت میکنیم اون طرف سکه کنترل تورم هست ما اگر بتوانیم تورم رو در جامعه کنترل بکنیم به عنوان ام, ام المصائب می توانیم ارزش پول ملی رو هم حفظ بکنیم البته مسئله بعدی ما بحث حکمرانی ریال هست متاسفانه در کشور ما مسئولین مربوطه به جای اینکه مسئول حفاظت از ارزش پول ملی باشند مسئول حفاظت از ارز خارجی شدند یعنی ما هنرمان این است که به یک نحوی از انها اگر بخواهیم مشخصات یا ممیزات یا وجهه صحیحی رو تعریف بکنیم از حکمرانی پول ملی این است که مسئول مشخصی در کشور ندارد و اون مسئولینی هم که به طور غیر مستقیم یا مستقیم وظیفه پاسخگویی دارند مسئولیت خودشون رو به گردن دیگران میاندازن ای کاش رئیس بانک مرکزی ما خودش رو مسئول حفظ ریال بداند تا دلار اما در بحث گرانی و تورم من اینطوری عرض بکنم که ما یک بسته مفصلی در دولت سلام تهیه کردیم مبنی بر 213 پروژه است که 51 پروژه اون مستقیما به مسئله کنترل قیمت ها و تورم برمیگرده وقتی ما از مسئله تورم داریم صحبت میکنیم از نقدینگی و پول و پرقدرتی که وارد بازار میشه صحبت میکنیم از اصلاحات ساختاری بانک مرکزی و طبیعتا بانک ها صحبت بعد اینجا بکنیم از اصلاح ساختاری بودجه باید صحبت کنیم که در سوالات شما بود و اه اه ای کاش بیشتر در این مورد توضیح داده میشد ما بخش عمده ای از کسر بودجه کشور متاسفانه با خلق تورم در حال تأمین هست تورم یک مالیات دائمی است از سمت مردم از سمت مردم پابرهنه به سمت دولت و به سمت طبقه مرفه و این در طی 50 60 سال گذشته مرتبا این ادامه داشته وقتی داریم از کنترل تورم و پول ملی داریم صحبت میکنیم موضوعمون گسترش تولید تقویت تولید است هدایت نقدینگی به سمت تولید هست وقتی داریم از مسئله تورم صحبت میکنیم از کنترل قیمت و کنترل قیمت در سطح بازار خیلی متشکر بارکشی میکنیم برای انتخاب نامزده محترم بعدی نامزد محترم شماره چهار جناب آقای علی رزا زاکانی قره کشی میکنم برای انتخاب سوال جناب آقای زاکانی سوال شماره دو از نامزد محترم شماره چهار سوال شماره دو جناب آقای زاکانی سوال شما در مورد حجم نقدینگی کشور هست روزانه هزاران میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود و بخش زیادی از این نقدینگی به تحریک تقاضا و افزایش قیمت در بخش های مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو منتهی می شود. این در حالی است که بسیاری از بنگاه های تولیدی در تنگنای مالی و اعتباری قرار دارند. برنامه شما برای کنترل این حجم از نقدینگی مخرب و هدایت آن به سمت بخش های مولد چیست؟ جناب علی زاکانی سه دقیقه فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید از همین الان زمان جناب آغاز میشه بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم و روز پونزده خرداد رو بزرگ می شمارم و شهادت امام صادق علیه السلام رو تسلیت ارز کنم هزاران درود و سلام بر امام و شهیدان و رهبر عزیزتر از جانم و ملت قهرمان ایران خب ما الازظاهر داریم با هم مناظره میکنیم دوستان انشا میخونن اینجا کلاس انشا نیست اینجا وقت پاسخ دادن، وقت مستدل صحبت کردن و وقت راست گفتن آقای همتی خیلی زشت شما ما رو متهم میکنی که ما داریم دروغ میگیم ما که هنوز حرفی نزدیم قیب میدونی شما؟ نه شما قیب نمیدونی شما داری خلاف میگی سال 98 گفتی اف هیچ تأثیر در اقتصاد ایران نداره چرا مردم دروغ گفتی؟ جناب آیزاکانی خواهش میکنم در مورد سوال اگر ما سوال به اون تهمت زدن ایشون میفرمایند ما اقتصاددانیم من به نظرم به ایشون باید نوبل شیمی بدن پول ملی مملکت رو نابود کرده ایشون ایشون صحبت از توزیع فقر میکنه شما فقر رو توضیح کردید بنده صحبت از تولید میکنم جهش تولید و از این دست لذا بنده معتقد هستم که ما باید سر مسائل درست صحبت کنیم من خواهش میکنم دیگه به دیگران تهمت نزنید چون اگه بنا تهمت بزنید ما حقایقی رو میگیم که دیگه اینجا اوقات هم جناب علی تلخ میشم اوقات مردم تلخ میشه علاوه بر اینکه اگر رازه به رد صلاحیت یا عدم تایید صلاحیت رو صحبت کردید علل اگر بنا بود کسای دیگر رو تایید کنن شما نباید اینجا می بودید چون به هر حال هر کسی قد و قواره خودش باید باشه نکته بعد اینکه فرمودید 5 نفر 85 میلیون نفر در مقابل شما قرار دارن ما 5 نفر نیستیم ما 6 نفر نیستیم ما 85 میلیون نفر رو شما نابود کردید الان در مقابل شما قرار دارن صحبت از مبادی درست بکنید حجم نقدینگی بیش از 3500 هزار میلیارد تومنه. حجم نقدینگی به علت تولید پول پرقدرت در کشور و بانک ها بدون نظارت بانک مرکزی دارن خلق پول میکنند و عملا امکانی رو ایجاد کردن که ما به اعضای اون ما عبر بدهکارانی داریم ما الان یازده عبر بدهکار داریم 90 هزار میلیارد تومن بدهی دارن راه حل ماجرا حدم نقل است و متصل کردن بانک ها به هم و اطلاعات رو در خدمت نظام مالیاتی قرار دادن چیزی که وظیفه آقای همتی و وزیر محترم اقتصاد بوده این کار رو انجام ندادن خیلی یا پول میگیرن به دهکار بانکی هستن رفتن جای دیگه گذاشتن بقید. دارن سود میکنن هر خیلی متشکرم مهمه و بعد هم انتقال دادن به متشکرم از جناب علی اما آخرین نامزد محترم که در این بخش سوال پاسخ خواهند داد نامزد محترم شماره یک جناب آقای جلیلی هستند که طبعا باید به سوال شماره سه پاسخ بدن بله سوال شماره سه جناب آقای جلیلی جناب آقای جلیلی سوال جناب آقای در مورد محرومیت زدایی هست هرچند از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران محرومیت زدایی یکی از اهداف اصلی دولت ها بوده و قوانین مختلفی نیز تا کنون برای رسیدگی ویژه توسعه و پیشرفت مطلوب مناطق کمبرخوردار به تصویب رسیده است اما هنوز تا رسیدن به اهداف فاصله زیادی در پیش داریم در صورت رأی آوردن در مدت چهار سال فعالیت دولت خود چه اقدامات ویژه‌ای را برای محرومیت زدایی و تغییر چهره مناطق کم برخوردار صورت خواهید داد کمیسیون محترم تبلیغات مجددا به بند تذکر دادند که نامزدها لطفا به سوالات پاسخ بدن جناب جلیلی سه دقیقه جناب از همین آغاز میشه بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم تسلیت ارز می کنم شهادت امام صادق علیه السلام رو و گرامی میدارم یاد شاگرد این مکتب رو حضرت امام که به حقیقت اسلام رو در دوران معاصر احیا کرد و یکی از بحث های مهم حضرت امام همین محرومیت زدائی بود برای محرومیت زدائی قبل از اینکه طرحهای اقتصادی داشته باشید مهمترین بحثش این است که این نگاه رو داشته باشید آیا قائل هستید به محرومیت زدایی یا نه یکی از مشکلات که ما در سالهای گذشته داشتیم این است که در نگاه اقتصادی مردم و محرومین در اولویت نبودند یکی از بحث‌های بسیار مهم در اقتصاد این است که ما اگر صحبت از جمهوری اسلامی و جمهوریت که یادگار بزرگ حضرت امام است می‌کنیم این است که جمهور مردم رو در اقتصاد هم توجه داشته باشیم موقع رأی‌گیری با هلیکوپتر هم شده میبریم که رأی مردم رو بگیریم اما آیا در اون روستاهای دور افتاده این کار رو میکنیم که اون چیزی که حق مردم است در جنبه های اقتصادی به اونها برسد یا نرسد که حالا من این رو باز مفصل تر در همین جلسه توضیح خواهم داد که اگر شما این نگاه رو نداشته باشید به یک سری کارهای نمایشی رو خواهید آورد که اون کارهای نمایشی کار برای مردم نخواهد برای محرومیت زدایی باید طرح داشت، برنامه داشت، اما قبل از طرح و برنامه باید باور و اراده داشت. اما اون چیزی که ما در این زمینه داریم چند طرح اساسی است که حتما باید انجام بشود تا مردم محرومیت به حداقل خودش برسه. یکی این است که باید حق مردم رو در عرصه‌های مختلف به ویژه در اون سهمی که از مصرف انرژی دارند به اونها داده بشود ما در طرحی تحت عنوان طرح وان یا واحد انرژی این رو تعریف کردیم کاملا رو دنبال کردیم که به مردم این حق داده بشود طرح دوم طرح سبد غذایی است در این طرح اینگونه است که مردم باید آهاد جامعه ما در روز 2500 کیلوکالری حداقل به اونها اون انرژی لازم اون قضاهای لازم برسد او هم در یک طیفی از قضاها که بر این اساس یک برنامه تهیه شده است که چگونه باید این به خوبی توضیح بشود که متاسفانه آماری که امروز در اثر سیاست هایی که همین عدم نگاه به محرومین است متاسفانه شاهد هستیم که به مردم نمیرسد. اگر ما صحبت از محرومیت زدایی می کنیم فقط در بحث های حقوق اولیه نیست در بحث های تفریح و سلامت مردم هم هست یک طرح مفصلی داریم درباره موضوع سفر که چگونه با همین امکانات فعلی با همین بودجه فعلی می توان مردم رو از سفر برخوردار کرد بله. تا تحکیم خانواده صورت بگیرد و آخرین بحث هم طرح سلامت خیلی متشکرم در این بخش هر کدوم از نامزدهای محترم چهار دقیقه فرصت دارند چنانچه نقد یا تعریضی نسبت به صحبتهای نامزدهای دیگر دارند بفرمایند بر اساس قره کشی انتخاب میکنیم که نامزدهای محترم به چه ترتیبی باید نقدهاشون رو مطرح بکنند نامزد محترم شماره چهار جناب آقای زاکانی چنانچه نقدی نسبت به صحبت های نامزد های دیگر دارید به مدت چهار دقیقه میتونید بفرمایید خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم خب من ارزم رو با یک گلمندی شروع کردن نسبت با آقای حیمتی من خواهش میکنم که ما اینجا مستدل صحبت کنیم تا تعرض به همدیگه سبب آزاد خاطر مردم نشه نکته که هست این هستش که سوالی که از, از جناب آقای همتی شده بود این بود که ابر بدهکاران بانکی اینا کی هستن و این بی که در بانک بانک های مختلف کشور هست این چرا تنظیم و دقت صورت نمیگیره و این مفسده های بانکی از کجا سرچشمه میگیره بزرگترین اشکال در این بخش به بانک مرکزی برمیگرده و عدم نظارت درستی که در این خصوص صورت میگیره من عرض کردم ما سال گذشته از 5400 هزار, هزار میلیارد سپرده های بانکی 1600 هزار, هزار میلیارد تومن تسهیلات داده شده از این 1600 هزار, هزار میلیارد تومان تسهیلات دو سوم اون استمحال بوده یعنی به کسانی داده شده که اینها بدهکار بانکی هستند و متاسفانه این حجم بالا عمدش متعلق به کسانی است که عملا هیچ نقش فعالی در حوزه اقتصاد نه تنها ندارند بلکه در سوداگری و در سفت بازی این کار را انجام میدن بزرگترین خدمتی که آقای همتی باید میکرده همین نظارت دقیقی بوده که در حوزه پولی بانکی باید انجام میداده ولی متاسفانه ایشون این کار رو نکرده و برعکس از بنده صحبت شد سوال شد که نقدینگی در جامعه که من عرض کردم 3500 هزار میلیارد تومن عامل مهم نقدینگی در جامعه و این سیل فراگیری که شکل گرفته باز پول پرقدرتی است که بانک مرکزی به تقاضای دولت در واقع چاپ کرده در بازار عرضه کرده و بعد هم با عدم صداقت قریب 34 هزار میلیارد تومن امکان و اعتبار رو حواله کردن به دولت آینده یعنی دولت آقای روحانی در سال 99 از عدم انتقال ارزی که به داخل بوده پول پرقدرت اینجا ما به ازای او تولید کرده مصرف کرده و نهایتا بدهی و امکان بازپرداخت او رو برای دولت آینده گذاشته اینجا به نظرم آقای همتی باید پاسخگو باشن که چرا با این وضعیت و با این اختلال کشور داره اداره میشه از طرف دیگه ناظر به بحث ارزش پول ملی معتقدم که جنبه تورمی یک جنبه اصلی است موضوع قیمت دلار اون هم به صورت منطقی نه که در دولت نه بگن نه 4800 تومان نه 3800 تومان وسطش رو بگیر سلوات بفرست 4200 تومان کشور را آیا همتی نمیشه اینجوری اداره کرد اگر اقتصاد و اقتصاددانی است، اینکه شما میفرمایید می به نظرم همه ملت ایران از اقتصاد و اقتصاددانی تبری میجویند و عرض کردم انقدر موفقیت برای جنوالی و همکارتون بالاست که باید جایزه نوبل شیمی بدن که ارزش پول ملی رو اینجوری نابود کردید از این جهت بنده معتقد هستم که پارامترهای تورمی پارامترهای نقدینگی و پارامتر پا افزایش پای پولی سه تا پارامتری هستش که مستقیما آقای همتی باید پاسخگوی اون باشن چون فرصت نیست بعدا عرض خواهم کرد که هم در حوزه تورم هم در حوزه نقدینگی و هم در حوزه پایه پولی که مستقیما به مربوط میشه کشور دوچار یک بحرانچکرم جناب آقای زاکانی قرعه کشی میکنم برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره 5 جناب آقای رضایی جناب علی 5 دقیقه فرصت دارید در خصوص نامزد نامزدهای محترم دیگه چنانچه نقدی یا تریزی دارین بفرمایید جناب آقای همتی شما منبع برای سلطان سازی در فولاد و شکر و روغن دارید ولی منبع برای مستضعفین و محرومی ندارید؟ شما چطور راندخارها رو با عرض 4200 تومانی تامین مالی کردید اما برای اینکه به محرومین کشور ما همون قیمت واقعی یارانه 45 هزار تومنی در سالهای قبل رو که 20 دلار بوده و الان 450 هزار تومن هست شما میفرمایید که ندارید این واقعا جای تأسف داره برای شما که در دوران شما وضعیت اقتصاد کشور رو به گونه رسوندید که اگر آقای هیدری یک نگاهی به این نمودار بندازن میتونید روبه دوربین بگیرید همکاران بله محترم اگر ممکنه های آقای رضایی نشون ببینید وضعیت نمودار عملکرد آقای همتی در بانک مرکزی است که از زمانی که ایشون مسئول شده چگونه نرخ دلار به 21350 تومان از 8000 تومان رسیده آیا این اقتصاددان ایشون اقتصاددان بوده چطور نتونسته تشخیص بده که در چه وضعیتی است سیاست پولی که ایشون در پیش گرفت سیاست بسیار غلطی بود و یک فاجعه بزرگی رو در نقدینگی کشور به وجود آورده که اگر امسال اون رو نتونیم جلوش بگیریم خطر بزرگی کشور رو از نظر تورم‌های فوق تورمی کشور رو در حقیقت تهدید می‌کند اما در رابطه با مسائل گروگان که میگوید می 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 بله من یک سربازم وقتی آمریکا تهدید کند که ما به ایران حمله میکنیم حتما جواب فردی مثل من این است که اگر پاتون به ایران برسه ما شما را گروگان میگیریم آیا ایشون میخواد ما گروگان های آمریکا رو بکشیم چیزی دستگیرمون نشه خب معلوم است اگر چین اتفاق بیفته ما رجز میخوانیم و در این رجز خانه خواندن. تو دهن آمریکا میزنیم و به شکلی هم میزنیم که اون جنبه انسانی ما در حقیقت حفظ بشه اما من برای اداره اقتصاد کشور یک برنامه جدیدی دارم که از زندگی اخت... خانوارها آغاز میکنیم تا به شهر تا به مناطق و تا به اقتصاد ملی میرسیم به همین دلیل اولا یارانه 450 هزار تومنی رو با محاسبات دقیق اونم از منابعی که در اصراف و در اطلاف و در راندخاری از دست رفته و همچنین صرف جویی در چهار میلیارد دلار از ارز چهارهزار و چهار میلیارد دلار ای که به طبقات بالا داده میشه به دست میاد و از طرف دیگر مسئله اقتصادی که ما داریم از بسیج همه مردم از اهل تسنن گرفته تا بانوانی که امروز در هاشی هستند تا جوانان این قطار اقتصاد رو یه بار دیگه من بزرگ میکنم که همه اقوام و همه استانهای مرزنشین و همه قشرا بتونن بیان وارد اقتصاد بشن و اقتصاد رو تأمین بکنیم اون موقع نه تنها منابع یارانه و مالیات ها رو بهبود میبخشیم بلکه یک جهشی در اقتصاد ملی ایجاد میکنیم امیدوارم که مردم عزیز ما این فرمان رو به دست ما بدهند تا بتوانیم ثابت کنیم که ایران همونطور که در دفاع مقدس و مسائل امنیت ملی بزرگ و عظیم هست در اقتصاد ملی نیز توانایی این رو دارد که ایران بزرگ اقتصادی رو در کنار ایران مچکرم. بزرگ سیاسی به وجود چهار دقیقه جناب علی به پایان میرسه در اینجا قرعه کشی میکنم برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره یک جناب آقای جلی جناب آقای جلی جناب چهار دقیقه فرصت دارید چنانچه نقدی نسبت به صحبت های سایر نامزدها دارید مطرح بفرمایید زمان جناب از همین الان آغاز میشه بسم الله الرحمن الرحیم ببینید مردم یه سوال اساسی که شاید براشون مطرح بشود این است که خب این مسائل اقتصادی که پاسخهاش مشخص هست پس چرا انجام نمی برخی از دوستانم میگن ما این پاسخ ها رو خیلی بلدیم و از بقیه هم بهتر بلدیم سال اینه که چرا اینو انجام نشده به نظر من در همین جلسه برخی از موضوعات خودشون نشون داد که چرا این پاسخ ها دنبال نمی شود بله یک راه اینه که شما باید مسئله رو بدونی پاسخش رو بدونی اما بحث دیگم این است که بعد از اینکه پاسخ رو دونستی واقعا دنبال کنی و اراده داشته باشی و باور داشته باشی ببینید برخی مثلا همتی فرمودن که بله FATF معطل کرده چرا این انجام نشده اگر شما مسئله رو انقدر بدونید در اقتصاد کشور همینه که این طور پیش میاد FATF شما رفتید باش با برنامه اقدام بستی چلو یک بند بستی سی و رو اجرا کردی اون دو تاش مونده اون سی و رو که اجرا کردی هنوز FATF از تو نپذیرفته گفته 16 تاش قبول کردم کشورهای دیگه همینقدر هم انجام ندادن شما میگه تمام مشکلات کشور این است که اون انجام نشده است من نمیتوانم حتما نمیتوانید من دقیقا بحثم اینه که این عدم فهم سعی مسئله خب به شما حتما نمیتواند کمک کند در پاسخش نکته دوم اینه که شما در روی کرد اشتباه دارید و این خودشو نشون میده این رویکرد اشتباه چیه البته من معتقدم آقای متی جزی از این رویکرد کرد قلته. من زیاد نمیخوام یه روی کرد اینه که میخواهد عوض کار واقعی با کشور رو با نمایش اداره کنه با کشور با نمایش اداره نمی شود اگر سوال میکنی آقا ابر بدهکاران بانکی چی شد شروع میکنی یه سری صحبت های این فرمی کار اقتصاددان ما مرد اقتصادی ما باید در میدان اقتصاد باشد نه اینکه در رسانه بیشتر باشد ببینید من همین رو توضیح بدم یادم آقای امتی هم حضور داشتن نه الان من در زمانی که ما مسئولیت داشتیم سال 91 70 هزار میلیارد معوقه بانکی بود من مدیران عامل بانکار رو دعوت کردم آقای همتی اون هم زمان مدیر عامل بانک سینا بودن حضور داشتن تمام مسئولین قضایی و امنیتی رو هم دعوت کردیم اواخر سال 91 بود گفتیم آقا اینا همه در خدمت شما بگویید چه باید کرد که این معوقات رو پس گرفت خب چرا آقا این شکایت نکردن همون موقع همین دوستان گفتیم آقا بگید تا ما کمکتون کنیم خب این سال 92 ما همینا رو مطرح کردم این مربوط به این دولت نیست که بگیم بعد روند چی شد تو این 8 سال تو این 8 سال این گونه شده است که امروز خود ایشون میگن 90 هزار میلیارد موقعه بانکی فقط دست 11 نفره بعد میگن این تازه از قبل بوده از که بدتر پس شما چه کاری اید این که گفته میشه مردم بله اینها نمیشود این چیزایی که گفته میشه دقیقاً این دو تا نگاهه من همین رو میخوام عرض کنم یه نگاه اینه که ما بیایم همینطور کشور رو به زور اداره کنیم یکی دو تا مسئله رو حل کنیم اگه بقیه بگیم آی اونجا FATF نشد اونجا فلان نشد برای همین یه بهانه پیدا کنیم خودمون رو راحت کنیم یه نگاه این است که میگوید نه کشور ما هشت سال دنبال کردیم سایه به سایه دنبال کردیم مسائل رو کشور توانمندی های بالا دارد کشور ظرفیت های خوب دارد امروز جوانان و نخبگان متخصص دارد، نه تنها کشور میتواند اداره بشود، بلکه کشور در چهار سال آینده میتواند انشالله جهش پیدا کند. دوستان به سراحت میگویند که نمیشود، نه شما نمیتوانید. اشکال نداره، این خوبه. دقیقا مناظره مال همینه. بگوید آقا ما میگوییم نمیشود، ما میگوییم میشود. همچنان که سال 94 موقع توافق برجام، من گفتم آقا این تحریم ها که اینها گفته می شوند طبقی سند نمی شود روزنامه زدن که فلانی میگوید می شود جلیلی میگوید نمی شود امروز مردم ببینند خیلی متشکرم خیلی متشکرم جناب آقای جلیلی قره کشی می کنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره هفت جناب آقای همتی جناب همتی جناب چهار دقیقه فرصت دارید نقد بفرمایید دیدگاه نامزدهای محترم دیگر خب تشکر می از دوستان من قبلا گفته بودم من در مقابل پنج کاندید هستم قاعدتا به ریاست جناب آقای رئیسیه و به صورت پوششی دارن ایشون رو پوشش میدن اولا اگر دوستان پوششی بخوام من جوابشون رو بدم باید رسما اینجا قسم بخورن که تا آخر مزا... منا... رقابت های انتخاباتی باقی میمونن اگر قسم نخورن من جواب اونها رو نمیدم جناب خدمت آقای رئیسی میدم ببینید این که نمیشه که سه نفر بیان بشینن فقط حمله رو بکنن همتی من دفاع خواهم کرد جواب خواهم داد جناب آقای جلیلی من در مجمع تشخیص مسئله نظام گفتم شما اقتصاد تجارت نمیفهمید درستی یا نه شما ابتدای تای مسائل فنی تجاری بلد نیستید چرا برای مردم بزرگ فهیم ایران تصمیم میگیرید آقای جلیلی خسته نشد از این همه بیانیه دادن بیانیه خوندن 20 ساله داریم بیانیه میخونیم پدر کشور در آوردین آقای جلیلی مشکل ما همین چیز هست. چرا همه رو گردن بانک مرکزی میندازید آقای جلیلی ورودی ارز بانک مرکزی متوسط 20 سال گذشته 45 میلیارد دلار بود سالانه در دو سال گذشته به طور متوسط شده 9 میلیارد دلار یه راننده تاکسی 5 میلیون تومن درآمد داشته باشه وقتی بشه یه میلیون تومن یا باید زن و بچهش رو ول کنه از نظر رسیدگی زندگی یا خب باید چیکار بکنه باید بیاد چه پنج برابر کنه به جای اینکه قیمت دلار بشه 55 پنج پ پنج 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 هزار تومن الان رو 22 دو تومن دو برابر شده آقای جلیلی شما با برجام اصلا شما در زمین ترامپ بازی کردید چند ساله پدر کشور رو در بردید. من به عنوان رئیس بانک مرکزی من نگفتم اف ایتیوب یده میگن که شما تعریف کردی اف هیچ مشکل ایجاد نمیکنه آقا من مسئول بازار بودم التحاب در بازار ایجاد شده بود بیام به مردم بگم اف رفت لیست سیاه. به همت آقای جلیلی آقای محسن رضای دوستانشون در مجبه بعد من بیام جواب بدم من به خاطر مردم دفاع میکنم من خواستم بیشتر از این قیمت ارز نره بالا مردم ضرر میکنن از بالا رفتن قیمت ارز جناب آقای زاکانی من خواهش میکنم از پوششی در بیاید یعنی چی اینقدر متهم میکنید پول و قرض اصلا شما اقتصاد نمیدونید که دو کلاس اقتصاد خوندین هسته پزشکیتونم هم که معلومه چه جور مدرک گرفتین من دهن منو باز نکنید که این چیزها رو بگم خدمت شما من میخوام با محترمانه صحبت کنم جناب آقای رضایی شما میفرمایید که من میخوام گروگانهای آمریکایی رو بگیرم فلان کنم آقای رضایی شما میگید من اقتصاد دارم من که میدونم چه جوری اقتصاد خوندین من که نحوه اخص مدرک شما رو خبر دارم استادا رو مجبور میکردیم بیان دفترتون ازتون دست بدن امتحان بگیرن درخواست شدین که گروه دانشکده اقتصاد وارد بشین با اکثریت قاطع رد شد آقای رضایی من خواهش میکنم یه چیزایی رو نگید من مجبورشم در این مجموعه بگم من خدمت آقای رئیسی هم عرض میکنم آقای رئیسی من احترام ویژه بهشون قائل هستم ولی روند رو میبینم که اینها دارن پوشش می‌دن جناب آقای رئیسی رو آقای رئیسی الان من از شما سوال میکنم شما سفرهای استاین به جای رفتن به کارخونه و دادن وام بانها با میرفتین به زندانها سر میزدید اصلا اون وظیفه بخش اجرایی اون وام هم که معلوم نیست حالا آخرش چی شد شما چه سال در قوه قضایی تشریف داشتید رئیس قوه قضایی بودید من خواهشم اینه که مشکلات قوه قضایی برید حل کنید بعد بیاد قوه مجریه رو حل کنید ببخشید مثل که هنوز 16 ثانیه دارم بله. شما خودتون معیشت مردم با مثبت به فیلترینگ اینستاگرام تهدید کردید الان نمایندگان شما اینجا دارن منو تهدید میکنن خیلی متشکر خیلی ممنونم جناب آقای همتی قوره کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره 6 جناب آقای مهرعلی زاده جناب آقای مهرعلی زاده چهار دقیقه فرصت دارید دیدگاه نامزدهای های محترم دیگر رو نقد بفرمایید ممنونم من مطلبی که دارم بیشتر بازم در خصوص برادر از جناب آقای رئیسی هست ببینید آقای رئیسی سید هستند ما به جد بزرگوارشون احترام قائلیم ولی من یک سوال دارم از جناب آقای رئیسی که آی رئیسی شما که در پاسخ به سوال راهنهایی رو دادیم برای رفع موانع تولید واقعا خودتون چقدر با مسئله تولید آشنایی دارید ممکنه چند تا کارشناس دور هم جمع شن یه چیزی بگن آدم حفظ بکنه بیاد اینجا مطالبی رو عنوان بکنه ولی واقعا اینا به درد مردم نمیخورن مردم الان مشکل دارن 42 سال از انقلاب گذشته مردم الان مشکل تولید دارن مشکل صادرات دارن ریزتر این مسئله ما بیش از هفتاد درصد ظرفیت های تولیدیمون در کشور الان معطلن من از آی رئیسی این سوال می که آیا واقعا شما خودتون میتونید یک سوال اقتصادی مطرح کنید و بدون کمک مشاوراتون خودتون پاسخ بدید خب اشاره کردن خب جناب آی رئیسی تشریف میارن کارخونه ها و ارشبت که بعد از خب کلی هم هزینه میشه هر سفری حداقل 40 50 میلیارد تومن هزینه داره هزینه میشه بعدش هم بالاخره آخرش یه مصاحبه است که تون کارخونه کارخونه رو که بانک گرفته بوده و توقیف کرده بوده الان بر اساس حکم دادستان آزاد میشه و ده 15 نفر مشغول میشن من سوالم اینه که خب چند تا از اون ها باز شدن یکی دو تا سه تا ده تا 15 تا خب جناب آقای رئیسی چند تا از این کارخونه ها بسته بوده اند و بسته شده اند یکی دو تا سه تا صد ست تا هزار تا هزار و تا این همه کارخونه ها به همین دلیل بسته شدن کی نار بسته یه نفر که از خارج نیمده ببنده اسرائیل که نبسته امریکا که نبسته بابا همون قاضی شما بسته خب بابا همونجا جناب آقای رئیسی مشکلات تولید بخش عمدهش همونجاست همونجا رو مدیریت بفرمایید همونجا رو حل بکنید مسئله حل میشه ببینید یکی از ارکان توسعه اقتصادی دادرسی عادلانه است شما اگر دلتون بر اقتصاد سوخته جناب باید همین قوه قضایی رو که هنوزم به شیوه قجری داره میشه اونجا رو کنید شما که از 16 سالگی تو این کار بودید و هستید من خیلی عصبانی میکنم بعضی من میشنوم که اصلا خیلی من راضی نیستم از اینکه این سال از ما پرسیده بشه یا به حال این مطلب در خصوص جناب گفته بشه که میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن از دادستانی آستان قدس تشریف میبرن از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه از ریاست قوه قضاییه پنج سال شما فرصت کار دارین بر اساس نظر و دستور مقام معظم رهبری در حساس ترین جا تو دنیا اتفاقا جای مبارزه با فساد در همون سیستم قضا است اما شما دوباره اونجا حواس ریاست جمهوری میکنید خب چه تضمینی هست که ریاست جمهوری را فردا به صدا یه مقام بالاتر رها نکنید مردم نگرانند مردم واقعا نمیتونن به این موارد اعتماد کنند بنابراین من خواهش هم است که دوستان دیگه همین مطلب رو مورد نظر داشته باشن دوست اینم که فرمودن جناب که انشانه نوشتن نه انشا نمی نویسیم حرف حق قله و است با منطق و اصول از روی کاغذ هم خونده می شود خب ما بتونیم برخیر بخوایم به این تهمت بزنیم به اون تهمت بزنیم خیلی راحت بتونیم برخیر بیام حرف بزنیم و هیچ ترمزی هم حرف نداشته باشه و دیگه بخوایم حرف حساب بزنیم حرف روی مهندسی بزنیم من مهندس اقتصادم من مهندس مدیریت اقتصاد خوندم من مدیریت مالی خوندم خیلی متشکرم جناب آقای مهرعلی زاده کشی برای انتخاب نامزد محترم بعدی نامزد محترم شماره دو جناب آقای, رئیس. آقای رئیسی جناب آقای رئیسی جناب علی چهار دقیقه فرصت دارید نقد بفرمایید دیدگاه های نامزد های محترم دیگر رو و زمان جناب علی از همین الان آغاز میشه بسم الله الرحمن الرحیم در ارتباط با مطالبی که آقایون اشاره کردن من خواهش میکنم به یک نظرسنجی نه یک نظرسنجی نظر سیر جوهی بسیاری که شده تو مردم عنایت کنید یکی از دقدقه های مردم بی صداقتی برخی از مسئولینه و انتظارشون مردم آن است که در سطوح مختلف با صداقت و اونا حرف زده بشه حرف نادرست به مردم زده نشه خیلی بده کسی در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری فقط برای جلب آرا یا یا تخریب کنه دیگران رو اگر این کار جواب میداد خب تو همین سالن افرادی بسیار اهانت کردن شما دیدید بسیار تخریب کردن حرف نادرست زدن مردمی که الان پای صحبتهای های نشستن این جوانهای عزیز که دسترسی دارن شما فکر کنید که اینا خودشون الان برن رو سایت های آموزش عالی ببینن که مثلا مدرک تحصیلی فرض کنید که بنده یا هر کدوم از آقایون چیه بعد بد نمیشه برای کسی که اینجا میاد یه ادعا میکنه آخه اینکه کار لازم نیست به فردا بی انجام کار یک دقیقه ای است همین عزیزی که پای گیرندش نشسته چرا اینطور حرف میزنید اگر که یعنی خسته نشورید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره اگر با تهمت زدن به من حل میشه الان تو سایت هم نگاه کنید ببینید جریان معاندین چقدر علیه من دارن میگن چقدر اصلا بسیج شدن به اینکه همین نگاهی که بعضی ها اینجا دارن که متاسفانه نگاه نادرست آخه چرا شما در محضر خدا هستید قبل از هر کس بعد در نگاه مردم آخی مردم میفهمند چرا به مردم احانت نمیش مردم با شعورن تشخیص میدن هم منو دیدن که کارامو مردم منو تجربه کردند، شما هم دیدند من با مردم با صداقت حرف میزنم چرا این گونه با مردم حرف میزنید بعد چرا به کاندیداها احانت میکنید اولین بار که در تاریخ سیاسی ایران کسی پوششی عمل کرد شما میدونید کی بود اینجا دوره قبل که کسی رسما گفت که من رئیس جمهور نمیخوام بشم فقط اومدم از دولت دفاع کنم این در تاریخ سیاسی ایران بنیاد چو دوستان شما گذاشتن چرا این کار کردید این آقایون هر کدوم شخصیتی هستن هر کسی یعنی شما هر کدوم از این هفت نفر اگر ده نفر هم می اصلا من معتقدم به رقابت و مشارکت این دیدگاه منه شما دیدید که من توی قوه قضایی چطور برخورد کردم اولین روزی که آمدم گفتم هرکس قو قوه قضایی از شاکیست از همه گذاشتیم نه یه سایت بستیم نه یک روزنامه بستیم نه یک نفر رو به خاطر انتقاد از خود پیگیری کردیم ولی شما که به جای ارتباط دارید که صدها شکایت کردن علیه کسانی که بونه ناد کردن من در دوره انتخابات قبل یک شکایت از کسی تو کشور نکردم میگی چرا به وعده تولیدی سر میزنی خب من که نمیخوام سر بزنم شما گرفتار کردید مردم رو این اقتصادی کشور شما به اینجور روز انداختید قوه غذای دادگستری ما در سراسر کشور تا الان بیش از دو هزار کارخونه را اندازی کردن برید ببینید اینا چه کارخونه است تو هر شهری میخواد برید ببینید اینا کجا از بوده نبوده چطور است این پیش روی مردم هست؟ بله من همه زندانان هم سر میزنم دیدید که من مدیر نشسته تو اتاق نیستم اتفاقا باید شما پاسخ بدید چرا کار رو به روز رسوندید که منی که تو استان میرم اول نشسته با کارآفرینا داشته باشن درد دل اونا در میشن و اونا صداشون بلند از که کسی بهشون توجه نمیکنه چرا اینطور است اتفاقا سوال جدی از شما مطرحه چرا داده همه رو در آوردید؟ بله. چرا داده مچهکر. جوان و کارآفرین و کارگر و کشاورز رو در آوردی من پای این خیلی متشکرم جناب آقای رئیسی آخرین نامزد محترمی که در بخش دوم نیمه اول صحبت خواهند فرمود نامزد محترم شماره 3 جناب آقای آزیزادی هاشمی جناب علی چهار دقیقه فرصت دارید دیدگاه های نامزد محترم دیگر رو نقد بفرمایید زمان جناب از همین الان شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم من گفتگوی دوستانه که گوش میکردم داشتم با خودم فکر میکردم که مردم که پای گیرنده ها نشستن انتظار بیان چه مطالبی رو از کاندیداهای ریاست جمهوری دارند احتمالا انتظار اونها اینه که وقتی تا خرخره در مشکلات قرقند برای مشکلات امروزشون و آینده فرزندانشون بگن ما چه برنامه هایی داریم اینکه بحث از مناظری اقتصادی به انحراف برده میشه این نشان دهنده اینه که بعضی از دوستان احتمالا همینطور که در این سالها برنامه برای اداره کشور نداشتند الان هم ندارند و با ایجاد دو قطبی های کاذب با ایجاد جفسازی با ایجاد تهمت نمیدونم شما پوششی هستید و امثال اینها میخواهند بی برنامگی خودشون رو نشان بدن من در اوتا تک تک مطالب دوستان برنامه های خوب دو سه سالی هست با جمعی از جوانه خیلی خوب و انقلابی این کشور نشستیم تحت عنوان دولت سلام برنامه های تهیه کردیم میتونم به موانع تولید بپردازم به موضوع بودجه ساختاری بپردازم بحث عدم بازگشت بدهی ها و بدهکاران بانکی بپردازم موضوع مالیات بپردازم اما یه نکته ای رو با توجه که فرصت کم هست میخوام عرض بکنم نه کنید مسئله ما مدیریت هست واقعا اما اون چیزی که مهمتر از مدیریت وجود ساختارها و سازوکارهای نادرست استضعافگره این اگر ما واقعا میخواهیم اصلاح اقتصادی انجام بدیم حقیقتا میخواهیم با فساد مبارزه بکنیم ابتداعا باید بریم سراغ, سراغ اصلاح سازوکارها و ساختارهای استضعافگر من چند تا عدد میگم این برای که روشن بشه ارزم مثلا توی این هشت سال گذشته نقدینگی که تولید شده و اضافه شده به حجم نقدینگی ما به ازای سرانه هر نفر حدود 400 میلیون تومان به هر نفر میرسه اما توضیحش چطور هست توضیح این منابع بانکی الان بزرگترین رانت داده شده در کشور به اعتقاد بندی وام بانکی است چرا به خاطری که معمولا نرخ سود تسهیلاتون زیر نرخ تورمه یعنی ما عملا به کسی دارایی میدهیم و این تورم این انگیزه رو به او میدهد که هیچ وقت بده خودش رو صاف نکنه چون هر چقدر این پول بیشتر نگه داره ارزش دارایی او افزایش پیدا میکنه تو همین ماجرا 65 درصد منابع بانکی به یک دهک اول داده شده و 95 درصد او به نیمی از جمعیت یعنی نیمی از جمعیت پنج دهک گرفتن این به لحاظ دهکبندی جمعیتی اگر منطقی این رو بخوایم تقسیم بکنیم 70 درصد این به تهران داده شده و 20 درصد اون فقط به 25 استان داده شده خب وقتی ما منابع رو اینجوری تقسیم میکنیم باید توش بشاگرد در بیاد باید توش جنوب مشکلات در خوزستان در بیاد باید خونه نمیدونم 500 میلیون تومانی تبدیل بشه به خونه 5 میلیارد تومانی باید این منابع بره در ترکیه تبدیل به آپارتمان بشه باید این نحوه توزیع منابع ما اشکال داره حالا شما این ساختار رو حفظ بکنیم ما مدیران عوض بشن تفاوتی نمیکنه یه مدیری با از جریان نمیدونم اصولگرا بیاد جای یک مدیر از جریان اصلاح طلب یا بالعکس اگر میخواهیم واقعا مشکلات اقتصادی حل بشه بلی. ما باید بریم دنبال اصلاحات ساختاری عمیق من یک کلمه دیگه عرض بکنم نیا کنید الان تو بحث مالیات را... میشه. بلد. خیلی متشکرم از جنابالی